مخصوصا آثار هنری، ولو اینکه از مالکیت خود فرد هنرمند و خالق اثر خارج شده باشه، تغییر و دستکاری در اثر هنری و در آثار حجمی شهری باید در وهله اول به آگاهی خود هنرمند خالق اثر رسونده بشه. در صورتی که هنرمند در قید حیات نباشه، به انجمن تخصصی هنرمندانی که به سبک روی کرد و شیوه کار او نزدیک هستن ارجاع میشه. در این مورد خب استاد ارجنگ در قید حیات هستن و در اولین کاری که باید صورت میگرفت باید با خود هنرمند خالق اثر ارتباط گرفته میشد، طرف مشورت قرار میگرفته. خب ما هنوز در گزارش های شهرداری چنین چیزی رو ندیدیم. نکته بعدی این هست که وقتی تغییر میخواد اتفاق بیفته باید انجمن صنفی تخصصی و انجمن هنری تخصصی در جریان موضوع باشه پیش از اینکه دستکاری اتفاق بیفته. الان ببینید ما بالاخره با یه وضعیتی روبرو هستیم که دستکاری اتفاق افتاده، بعد افکار عمومی واکنش نشون داده. طرح حریم آثار هنری طرحیه که ما از آغاز دوره پنجم در کمیته هنر شورای شهر پیگیر بودیم. شهرداری رو در قالب این مصوبه ملزم کردیم که آیین نامه حریم آثار هنری شهری رو به شورا ارائه بکنه. سازمان زیباسازی و شهرداری تهران هنوز که هنوز این آیین نامه رو به شورا ارائه نکردن و از موعدش در واقع زمان هم گذشته، از سقف زمانی که بهش اختصاص داده شد. نه تنها آیین نامه حریم آثار هنری ارائه نشده که ما می‌بینیم دستکاری در واقع حریم اثر هنری استاد ارجنگ اینجا اتفاق افتاده و توضیحات اقنا کننده نبوده که ما هنوز داریم به مسئله میپردازیم. اخباری که منتشر شد در مورد اتفاقی که در میدان هور افتاده با پیگیری های بعدی ما یه قدری نتایج متفاوتی داشت. چیزی که بیشتر در خبرها مطرح شد این بود که این شیرها مربوط به پیش از انقلاب هست، یعنی حداقل بیش از 4 دهه قدمت داره، که در ادامه مشخص شد که اینطور نیست و این شیر 4 شیری که الان در اطراف مجسمه نبرد گرشاسب و اژدها در میدان هور واقع شده شیرهایی است که از سال 84 در میدان هور نصب شده و شیرهایی که پیش از انقلاب اینجا بوده گویا از سرنوشتشون کسی اطلاعی نداره و از سالهای خیلی دور از این میدان منتقل شدن و هنوز مشخص نیست که کجا قرار دارن. اما این 4 شیر رو زمانی که در شهر تهران جنبش های شکل گرفت که باید تلاش بکنیم تا تهران تاریخی رو احیا کنیم و احیای دروازه های شهر تهران کلید خورد، در میدان هور هم بنا شد که 4 مجسمه شیری که از پیش از انقلاب موجود بود و بعدها سرنوشت نامعلومی پیدا کردن رو هم احیا کنن. لذا سال 84 مجسمه ساز مشهوری که البته داماد کسی بوده که مجسمه اصلی واقع در میدان هور رو هم ساخته، جناب آقای ارجنگ، این 4 مجسمه شیر رو میسازن. اما چیزی که من مطلع شدم این بود که متاسفانه این سازه با ترکیب بتون و فایبرگلاس ساخته شد. اینجا هیچ سایبانی نداره و درختی هم نیست که روش سایه بندازه و بتون و فایبرگلاس در معرض نور آفتاب و حرارت خورشید که قرار میگیرن بعد از یه مدتی ممکنه که ترکهایی بخوره که عملا قابل احیا هم نیست. متاسفانه همین اتفاق برای مجسمه‌ای که پیشتر پشت سر من بوده افتاد و سازمان زیباسازی شهرداری تهران برای اینکه بتونه این مجسمه رو احیا کنه مجبور شد که دوباره اون رو از نو بسازه و الان هم یکی از مجسمه سازان باز هم به نام کشور در حال ساخت این مجسمه است که انشالله تا هفته آینده هم فرآیند ساختش به اتمام میرسه و مجدداً در جای همین مجسمه نصب خواهد شد. چرا اینقدر دیر اومدین در واقع برای بررسی وضعیت بعد از گذشت حدود 1 هفته؟ البته به نظرم برای شهری با وسعت و جمعیت تهران 1 هفته شاید خیلی هم دیر نیست، ضمن اینکه واقعا ما 1 هفته زمان برای بررسی نگذاشتیم. ما پیشتر این رو بررسی کردیم و الان بعد از 1 هفته اینجا حاضر شدیم و الا همه مطالبی که خدمتتون عرض کردم
حاصل بررسی هایی بود که در طول این روزها انجام شد و یه قدری به هر حال کارها و مشکلات روی هم تلمبار شده بود، این بود که ما دیر تونستیم اینجا حضور پیدا کنیم.